بینندگان عزیز و گرامی سلام و درود بر شما ارتش اسرائیل اعلام کرده که حملات به ایران پایان یافته است و گفتن که در حملات ظرفیت دفاعی هوای ایران را ما نابود کردیم و همچنان ایران وعده داده که در پاسخ به این حملات اسرائیل حمله متقابل انجام بده خب امور دوال گفته ارتش اسرائیل اعلام کرده که حملات به ایران پایان یافته و گفته مقامات دفاعی اسرائیل کمپاین حمله امشب علیه اهداف نظامی در داخل ایران با هدف قرار دار هدف قرار گرفتن بیش از 20 سایت در سه موج توسط نیروی هوایی اسرائیل با پایان رسیده است یعنی که 20 سایت نظامی را ما هدف قرار دادیم با گفته منابع با نقل از خبرگزاری تسنیم که ایران آماده پاسخگویی و حملات اسرائیل است و اسرائیل پاسخ مناسب دریافت خواهد کرد ای که خب 20 سایت نظامی که اینا میگن ما در بیانیه از اینا که دیدم اینا نام نبردن که کدام از ویدیوهای هم وجود نداره و خودشان خبرگزاری های اسرائیلی و امریکایی از این سایت ها نام نمیبره اما اینا گفتن که بی سایت نظامی را داخل ایران ما حمله حمله کردیم و از بین بردیم یا مورد هدف قرار دادیم خود ارتش اسرائیل در یک دیگه گفته که بر اساس اطلاعات هواپیماهای نیروهای هوایی ارتش ارتش اسرائیل تاسیسات تولید موشکی را که برای تولید موشکایی که ایران دفعه قبل با سوی اسرائیل شلیک کرده بود مورد حمله قرار داده از زمان ارتش اسرائیل مجموعه های موشکی زمین به هوا و قابلیت های هوایی اضافی ایران را هدف قرار داد که هدف آنها محدود کردن آزادی عملیات هوایی اسرائیل در ایران بود که اکنون وجود ندارد یعنی که ما قابل... پدافان یعنی نیروهای دفاعی یعنی قابلیت های دفاعی ایران هم. یا از بین بردیم یا ضعیف کردیم که محدودیت هایی که ما میتونیم سر از این عملیات های اوایی در آینده بکنیم و محدود محدود ساخته بود و دیگه از بین رفته خب دانیال هاگاری هم سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که ما حملات هدفمند و دقیقی را به اهداف نظامی در ایران انجام دادیم و تهدیدهای فوری علیه اسرائیل را خونسا کردیم اگر رژیم ایران مرتکب اشتباه شود و دور جدید از تشدید تنش را آغاز کند ما مذهب با و پاسخگویی هستیم اما کسانی که اسرائیل را تهدید میکنن و به دنبال و کشاندن منطقه به تنش گسترده تر هستند به های سنگین خواهد پرداخت خب حالا که اینا میگن که ما تمام اهداف حملات ما بسیار دقیق به اهداف نظامی در داخل ایران انجام گرفته که تدیدهای فوری را کرده پس به این حساب ایران دیگه نباید قادر به ضربه زدن به اسرائیل باشه شما باید ایران فلج کرده باشین و دیگه از 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 دست عملات ایران بغم شده باشین با که انجام داده و ما دیگه بعد از اینکه دانیال هاگاری سخن گفته دیگه من توقع ندارم که ایران اینا رو بزنه چون ایران دیگه نباید قابلیت داشته باشه که اینا رو بزنه بعد از این عملیات که در سه مرحله اینو انجام دادن و 20 هدف نظامی رو در داخل ایران از بین بردن به گفته خودشا و دیگه ایران حال یک،, یک،, یک سیستم فلج شده است خب اطلاع قرارگاه پدافند هوایی ایران هم گزارش داده که اسرائیل بامداد امروز در اقدام تنیزا نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد حجوم قرار دادن. ضمن رهگیری و مقابل موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی ایران با این اقدام تجاوزکارانه آسیب‌های محدود بر برخی از نقاط وارد شده که عباد این حادثه در دست بررسی است یعنی هم برخزی حملات در جای موفق بوده تا اندازه سازمان هواپیما ایران هنوز اکنون اعلام کرده که تمامی پروازها در تمامی مسیرها تا اطلاع ثانوی لغو شدند و البته عراق هم فضای خود برای فعلا بند کرده اما رقمی گفتم حملات اسرائیل در سه مرحله انجام شده بود که دو مرحله اولش در تهران حمله کردن و بعد سومین مرحله البته از حمله اسرائیل به ایران حمله به در استان خوزستان در جنوب غرب ایران بود گفته میشه که پدافنده هوایی برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شده بودن ولی معلوم نیست که نتیجه چی بودن خود برک راوید روزنامه‌نگار اسرائیلی که با خبرگزاری اکسیوس کار میکنه گفته که مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کردند که سه موج حمله انجام شده موج اول بر سامانه پدافند هوایی ایران و موج دوم و بر پایگاه ها و سایت های تولید موشک و پهپاد متمرکز بود یعنی گفته امرقمی م... که دانیال هاگری قبلا گفت که ما با سایت های موشکی و پهپادی یا م... تهدیدات فوری که ایران در قبال اسرائیل داشت نابود کردیم خونسا کردیم خب گزارشی از حملات موشکی سایل از پایگاه نیروی هوایی ایران در خجیر در شرق تهران هم خبر داده شده بود یک ویدیوی از یکی از از امی راکت های کرده منتشر شده بود که نشان میده یکی از پرتابها به مکان در شرق تهران اصابت کرده احتمال میره که تاسیسات موشکی خجیر در شرق تهران باشه اما تا هنوز معلوم نیست که که مورد حمله قرار گرفته یا نه اصابت کرده یا نه خب طبق گزارش ها های بر فراز تهران پایتخت ایران دیده شده و شنیده شده بودن و گمان می که آنها احتمالا جنگ ایرانی هستند که گشت های هوایی رزمی را انجام می که یک نوع تدابیر هوایی گرفتن آله پدافند ایران در دقایق آخر حملات هم که صورت گرفت اهدافی را در آسمان عراق قبل از ورود به خاکی کشور منهدم کرده که البته گزارش از طرف منابع محلی رسیده در عراق اما تایید نیست داره که درست نباشه رسانه های ایرانی هم گفتن که حمله پهپادی و تاسیسات نظامی در کرمانشا در غرب ایران با پدافند هوایی خونسا شده که اگر فرض مثال غرب ایران به طرف کرمانشاه یا, یا خوزستان که که راکت ها یا پهپاد های اسرائیلی وارد شده باشند امکان داره که ایران برخضور در شمال در, در آسمان عراق زده باشه اما در کل گزارش ها میرسانه که بیشتر از همین پروژیکت های یا همین وسائل های هوایی یا راکت ها یا پهپاد یا هر چیزی که بوده در هوای ایران سرنگون شده باشند بر اساس اطلاعات جدید همدستان تحت حمایت اسرائیل برای تحریک پدافند هوایی ایران و افشای مکان آنها کوادکاپترهایی را از حومه تهران پرتاب کردن کوادکاپترها چیز ریس پرنده ها که میگیم پهپادای بسیار کوچک است که گفتم میشه که یک موج از اونا را اسرائیل به طرف ایران پرتاب کرده به خاطر از اینکه پیدا شناسایی بکنن محل استقرار پدافندای هوای ایران که بعدا با سر از عملیات بکنن و وار از بین ببرن اما گزارش ها میگه که فقط توپای زده هوایی کوتابرد فعال شده بودند و به نظر می پدافند هوایی میان برد و بلند و بلند برد فعال نشده و مکان آنها فاش نشده و تمامی ها هم سرنگون شده باشه البته ویدیوهایی را که ما سعی کردم نشان می که پدافند هوایی میان برد هم شاید فعال شده باشه اما گفته میشه که از تو از تو، توپای زده هوایی بیشتر استفاده شده که البته توپای زده هوایی این از دوران جنگ جهانی دوم است که تیارا را در زمان هوایی فایر میکردن و او رو در هوا می و بالایشان می کفاندن یا اگرقن. از او زمان است خب در برابر کات کابتر اونا البته معصر هستن اما در برابر جید یا دورای پیش رفته اونا کار آمد نیست و قدر خب وزارت دفاع سوریه هم اعلان کرده که حدود ساعت دوی شب در اسرائیلیا با رگبار موشک از سمت بلندی های جوان و از عراضی لبنان حمله هوایی کردن و برخی پایگاه نظامی در مناطق جنوبی و مرکزی را هدف قرار دادند. سامان های پدافند هوایی ما با موشک های, هم... مقابله و تعداد از آنها را کردن اما برای راستی آزمایی نتایج این عملات همچنان کار ادامه داره البته در گزارش قبلی گفته بودیم که عملی انفجار های هم در, در سوریه و عراق رخ داده که حالا خود وزارت دفاع سوریه تایید کرده که در سوریه هم عملات شده اما عراق تکذیب کرده و تا هم گزارشی نامده که در عراق انفجار صورت گرفته باشه کانال رسمی حزب الله با وجود تمام کارهای که روان است فقط یک داره نشر کرده و گفته که اردن به جنگنده های اف سی پنج اسرائیل اجازه داده تا از حریم کشور برای حمله به ایران استفاده کنه. این همه قدر گفته و خلاص و اردن خدا خود 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 در تیرس مرد قرار داده دیگه همچنان مقامت عراق یک وجدار به امریکا و اسرائیل داده گفته اگر بار دیگر از, هم... از حریم اوائی عراق برای حمله به جمهوری اسلامی ایران استفاده شد پاسخ ما هیچ محدودیت نخواهد داشت ما هم میتونیم سر پایگاه امریکایی حمله بکنیم ما هم میتونیم سر اسرائیل عملات و گسترده تر بکنیم خب که به خودکار اجدار مقامت طبیعی است المیادین همچنان گفته که اسرائیل در هدف قرار دادن پایگاه نظامی اطراف تهران شکست خورده پدافند و ایران پاپادای سایری را که قصد داشتن پایگاه نظامی در شرق تهران هدف قرار دادن سرنگون شدن و تمام اهداف متخاصم در حومه تهران ساقط شدن که بازم به با طور طبیعی المیادین چون یک, گزر... یک خبرگزاری نزدیک به هزبالا است اونا گزارششون به طور همی رقم می باشه و یه دوت آهارنوت به نقل از یک منبع آگاه اسرائیلی گفته که حمله به ایران شامل تاسیسات هستهی و نفتی نمی شود که بازم او از, از, از روی مسلحت یا از روی یک نوع نیت خوب اسرائیل نیست او از روی مجبوریت است که کار اگر بکنه باز می فهمند که باز برادرش اگر ایران دست به حمله بزنه که باز از اسرائیل چی جور میشه او از او خاطر است نه خاطر که بسار اسرائیل فرض مثال از خوبی خود دست به حمله و دست ها و نفتی نمیزنه بر صورت دوستا تا فعلا تمام گزارشات همی هم اندازه بود خودشان اعلان کردن که عملات برای فعلا پایان یافته در روزانه حالا چون که تازه روز در خبر میانه حملیات های ازبلا هم در شروع شدن است پیش از پیش همیال به خبرها رو به شما میخوانم بخبادا و سر اسرائیل آمده فرود آمده و راکت بارانه بسا بزودی شروع میشه و ای که ایران چه تصمیم داره چی میکنه و بعدا چی گزارشات می از عملات صورت گرفته به خاطر که پدافنده ای ما ویدیو دیدم شدیدم که دفاع کرده اما بی صدا فیره زدن برخی از او اهداف خورده و خود ایرانی هم او را تایید کردن که بعدا معلوم شد کجا بوده در کل عملات یک صورت گرفته هم سطح موفق بودنش یا ناکام بودنش معلوم نیست اما در کل از جمع گزارشات و از خود سایت های اسرائیلی و از از امو گزارشاتی که خود از بیانی های خود ارتش اسرائیل به نظر می رسد که اونا خود جانب چندان خوشبین نیستن از این عملیاتی که انجام داده اما بازم چون یک عملی گسترده بود از خود خسارات باقی خواهد که بعدا مردم خواهد شد تا برنامه بعد شما رو به خداوند می سکن.